روز پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در نروژ با کسب 2 مدال برای فرنگیکاران ایران در فینال اوزان 63 و 67 کیلوگرم به پایان رسید. علی امادی خبرنگار ورزشی صدای آمریکا همینه که از سالن برگزاری این رقابت‌ها از اسلو همراه ماست. علی، از شب طلایی فرنگیکاران ایران در روز پایانی رقابت‌های اسلو برای ما بگو. پیام همینک مراسم اهدای مدال وزن 67 کیلوگرم داره برگزار میشه و محمد رضا گرایی قهرمان المپیک 2020 توکیو همینک برای گرفتن مدال ایستاده. امشب کشتی فرنگی ایران 4 مدال طلا در نروژ کسب کرد و تاریخ ساز شد و باید گفتش که مسابقات بسیار هیجان انگیزی بود. گرایی در فینال به مسافه نظیر رشیدوویچ عبداللایف از روسیه رفت و طلا رو از مشت او در آورد. گرایی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل شیمو یامادای ژاپنی در حالی که عقب بود در ثانیه پایانی قهرمان آسیا رو ضربه فنی کرد. در مسافه با جعفروف از آذربایجان پرقدرت ظاهر شد، 11-0 نسخه او رو پیچید. در مقابل رامز روی زی گرجستانی دارنده مدال طلای جهان و امیدای جهان در حالی که تا ثانیه پایانی 6-4 عقب بود حریف رو خاک کرد و فینالیست شد و در مسابقه فینال به عنوان آخرین نماینده کشتی فرنگی ایران برابر نظیر عبداللایف از روسیه با نتیجه 5-2 به برتری رسید و چهارمین و آخرین مدال طلای ایران رو در این رقابت‌ها برگردان. بشنویم حرفای محمد رضا گرایی رو که همینک مدال طلا رو به گردنش آویختند. اول خدا رو شکر می‌کنم که تونستم اینجا مدال طلا برسم و خیلی خوشحالم چون که سال 2023 با تمام بدی‌ها که کرونا برای ما ایجاد کرده بود تونستم امسال هم طلای المپیک هم طلای جهان رو بگیرم. شادی بود که با برادرم تقسیمش کردم. قطعا زحمات زیادی برای من مدالی کشیده که جدا از همینجا تشکر کنم بابت همه زحمات که برام کشیده تا من به اینجا رسیدم. از همینجا پشت دست شما چون هنرنمایی های نماینده وزن 67 کیلوگرم و برادرش محمد علی گرایی در صفحات مجازی اتحادیه جهانی، خصوصا برادرش با فن سنجاب پرنده که بهش فالکون یا قرقی لقب داد اتحادیه جهانی کشتی، به حال در فضای مجازی و در میان علاقمندان کشتی و رسانه‌های نروژ خیلی مورد توجه قرار گرفته. الان مدال رو بر گردن آویخت محمد رضا گرایی دقیقاً 2 ماه پس از اینکه موفق شد مدال طلای المپیک 2020 رو بگیره. اما در وزن 60 کیلوگرم میثم دلخانی نام خودش رو به لیست مدال‌آوران ایران اضافه کرد. همشهری در واقع هم استانی گرایی و نوید افکاری در فینال 60 کیلوگرم برابر لری ابولادزه از گرجستان 3 مدال طلای ایران رو گرفت. او با برتری مقابل حریفانی از آلمان، اوکراین و در مقابل پیروزی با مقابل دارنده مدال نقره و برنز اروپا محمدوف از آذربایجان خیلی قاطعانه همه حریفاش رو شکست و طلا گرفت. بشنویم صحبت‌های میثم دلخانی رو. خیلی خوشحالم اینکه تونستم مدال طلا کسب کنم توی مسابقات. ما از شروع کرونا تقریبا 2 سالی میشه مدام توی اوروی تیم ملی حضور داریم و تمرین‌های سختی پشت سر گذروندیم. میدونستم توی مسابقات دست پر برمیگردم چون واقعا برایش سختی کشیده بودم. انشالله که ذره از دل مردمم شاد کرده باشه. من یه سرباز وطنی‌ام واسه ایران. به حال با مدادی ساروی در 97، علی اکبر یوسفی هم دیشب در 130 کیلوگرم مدال طلا گرفتن. برادر بزرگتر رضا گرایی محمد علی گرایی در 77 پژمان پشتم در 82 مدال برنز گرفت. محمد مختاری در 72 پنجم شد. مهرداد مردانی در 60، سجاد عباسپور در 55 و رامین طاهری در 87 فقط از دور رقابت ها کنار رفتن. ایران مقام نایب قهرمانی رو در این مسابقات با 4 طلا، 2 برنز و 1 عنوان 5 کسب کرد. حالا علی، در کمتر از 30 ثانیه بگو سال آینده میزبانی رقابت های کشتی قهرمانی جهان در چه کشوری برگزار خواهد شد؟ سال آینده امشب پرچم مسابقات اتحادیه جهانی کشتی رو به صربستان دادن و در بلگراد سال 2022 مسابقات قهرمانی جهان برگزار خواهد شد. ضمن اینکه 31 ماه اکتبر کنگره اتحادیه جهانی هست برای تعیین و رأی‌گیری برای انتخابات ریاست و معاونین و اعضای هیئت رئیسه
فدراسیون جهانی کشتی. ممنون از تو. گزارش علی عمادی خبرنگار ورزشی صدا آمریکا شنیدیم از محل سالن برگزاری رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در نروژ.